آغاز جلسه پیش آمد عذرخواهی میکنم. یه در برگزاری این مجالس یه تأخیری هم شد که البته اگر تقصیر باشه متوجه بنده است و دوستان در موقوفات همیشه اصرار داشتن که این کار انجام بشه. انشالله با ترتیب و نظم بهتری و موضوعات متنوع‌تری انشالله برگزار خواهد شد. در آغاز باید یاد کنم از بنیانگذار این موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار که همین روزها یکی دو روز دیگه سالگرد درگذشت ایشون هست و خدمات ایشون برای ایران و زبان فارسی که از تقریبا بیش از نزدیک به یک قرن پیش آغاز شد بر همه آشکار هست و به یک شجره طیبه تبدیل شده که بعضی آثارش رو ملاحظه می کنید. همچنین این جلسه رو ما اختصاص دادیم به یاد به نام دانشمند ایران شناس که از موقوفات افشار به در سال 85 موفق شد که جایزه دریافت کنه، پروفسور پیتر دوبراین که دانشمند هلندی به سبب تحقیقات گسترده‌ای که در زمینه زبان و ادبیات فارسی کرده. خب جلسه امروز چنان که ملاحظه کردید به حکیم عمر خیام اختصاص پیدا کرده که گرچه با وجود تمام شهرتی که دارد و شهرت جهانی باید گفت، درباره او اطلاعات خیلی اندک است و موضوعات رازآمیز در حیات او و در آثار او و در رباعیات منسوب به او اندک نیست و می شود گفت در سالیان اخیر اطلاعات بهتر و بیشتری هم پیدا شده و زندگی او یه قدری روشن‌تر شده و مباحث از اون حالت راز یه قدری می شود گفت که خارج شده. باعث افتخار است که استاد معظم جناب آقای دکتر معصومی همدانی لطف فرمودند و دعوت ما رو به دیده قبول نگریستند و من اطلاع دارم که سالیان دراز هست که ایشون راجع به این موضوع تحقیق میکنند و باعث خوشحالی است و بسیار مغتنم است که اینجا تشریف دارند و آخرین تحقیقاتی که رسیدن بهش رو اینجا با ما در میان میگذارن. ازشون خواهش میکنم که تشریف بیارن. استاد خیلی خوش آمدین، خیلی منت گذاشتید، خیلی لطف فرمودید و عرض کنم که تا اونجایی که من اطلاع دارم اگه بخوام از آغاز بکنم سخن رو، واقع این است که درباره احوال خیام اگر بخوایم آغاز بکنیم می شود گفت تقریبا فقط یک شرح حال تقریبا جامع از او در دست و از در کتاب تتمه سوان الحکمه از ابوالحسن علی ابن زید بیهقی که در روزگار ما به تاریخ بیهق و بعضی آثار دیگر مشهوره و نزد معاصرین گاهی به ابن فندق یا ابن فندق هم یاد میشه که او در کودکی فرعون که خودش میگه در سال 507 تونسته عمر خیام را از نزدیک ببینه و این شرح حال به نحو شگفت‌انگیز خیلی نسبتاً کامله، یعنی معلومه که کسی که این رو داره مینویسه میخواد یک اطلاعات نسبتاً جامع و تصویر کاملی از خیام به دست بده و چون اطلاعات به هر حال در مورد خیام تقریبا منحصر به همین کتاب هست تا حدی، یعنی در حد این میگه میبایستی که تمام کلمات و عبارات و تعابیر رو واقعا زیر ذره‌بین قرار داد، مثلا القابی که از دستور و از دستور الفیلسوف حجت الحق و کلمه خیام. میخواستم شما در آغاز سخن فکر میکنید که این شرح حالی که علی ابن عرض کنم ابوالحسن بیهقی به دست داده، عرض کنم که چه تصویری کاملا از خیام به دست میده و اون چقدر با روزگار ما تطابق میکنه. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان که زحمت کشیدن و اینجا تشریف آوردن. شرح حالی که بیهقی به دست میده باید در کنار سایر اطلاعاتی که ما از معاصران خیام درباره او داریم در واقع دربارش صحبت کرد، چون درسته که همچی که فرمودید شاید تنها
در حال نسبتاً کامل از خیام، همون مطلبی است که بیهقی در تتمه سوان الحکمه که این کتابی است که اینجا بغل دست منه میده، ولی چند گزارش مختلف هم درباره خیام هست که بعضیش کاملا شناخته شده، بعضیش کمتر شناخته است، و همه این گزارش ها در یک نکته متفقن و این چیزیست که در شرح حال خیام در تتمه سوان الحکمه هم دیده میشه، و اون اینه که خیام در دوران زندگی خودش و شاید اندکی بعد از مرگش یک چهره خیلی برجسته‌ای بوده، یعنی آدمی بوده که کسانی که او را می‌دیدند از این که او تأییدشون کنه در یک مسئله خیلی خیلی خوشحال می‌شدند و این را برای خودشون یه امتیازی می‌دونستند. اگر مثلا گمان می‌کردند در مسئله علمی بر او غلبه کردن، اینه به حساب فضل خودشون می‌نوشتن که بر کسی مثل خیام غلبه کردن. و خب این اطلاعات تاریخی در مورد خیام تقریبا همشون شناخته شده است، شاید به جز یکیش که حالا من خدمتتون میگم. در این اطلاعات یکیش در نامه‌های سنایی، سنایی در یه سفری یه غلام همراهش یه کاری کرده بوده، خلاصه این غلام رو میگیرن، کسانی سعی میکنن تقصیر غلام رو به گردن سنایی بندازن، یه جوری پای سنایی رو این بسط بکشن، و سنایی یه نامه‌ای که بنا به احتمال خیلی زیاد، حالا اگر از ریزکاری‌های مربوط به عنوان و چیز نامه بگذاریم، خطاب به خیام نوشته شده، از خیام میخواد که پادرمیانی کنه در این قضیه. و چیزی که در این نام مهم اینه که سنایی که خب میدونی شاعری بوده، به هر حال حالا با همه احوالی که داشته خیلی براش متشرع بوده، و احیانا حالا تاریخ این نامه رو تو نمیدونیم، به حال سنایی خیلی صحبت کردن راجبش سخته که چجور آدمی بوده، ولی براش شریعت خیلی مهم بوده. در اینجا یه مقایسه میکنه بین خیام و عمر، میگه همین جوری که خدا، خب میگه وقتی حضرت رسول میخواست مبعوث بشه به درگاه خدا یه جوری اظهار نگرانی کرد که من چجوری برم سراغ این مردم و اینا، خطاب آمد بهش که ما تو رو تأیید میکنیم به عمر، یعنی عمر پشتیبان تو خواهد بود، منظور عمر خطاب خلیفه دوم. و بعد سنایی میگه که همین جوری که خدا شریعت رو به عمر تأیید کرده، حکمت رو هم به تو که عمر خیام هستی تأیید کرده. یعنی یه تقارنی در ذهن سنایی هست بین مرتبه عمر که به هر حال برای اهل سنت خیلی مرتبه والایی است در شریعت در دین، و مرتبه خیام در حکمت، در حالا اون چیزی که اون بهش میگه حکمت. یه کمی بعد از خیام میبینیم همین تعبیر خاقانی در مورد خیام، در مورد ممدوحش که عموش بوده یا برای یکی از خیشانش بوده به کار میبره، که اون اسمش عمر ابن عثمان بوده، میگه هم عقل تو را گوید، اگر اشتباه نکنم، ای عمر عثمان، هم عمر خیامی و هم عمر خطاب. باز ببینید در اینجا باز میخواد بگه که تو هم در زهد و تقوا و دیانت به مرتبه عمر خیامی، هم در علم به مرتبه عمر خیام، عمر خطابی، و هم در علم هم مرتبه عمر خیامی. یعنی باز این دوتا شخصیت در کنار هم دیده میشه. باز یکی دیگه که از معاصرین خیام که او رو دیده و خودش هم آدم بسیار خودستاییست، زمخشری، و از اون یاد میکنه و میگه فیلسوف زمان. و یکی دیگه از اینا تقریبا چیزای شناخته شده ایست. یک سند کمتر شناخته ای لااقل در ایران معرفی نشده، یک رساله ایست از یک کسی به اسم بدیع استرلابی. این بدیع استرلابی آدمی بوده تخصصش ساختن استرلاب بوده،
و در بغداد زندگی میکنه میکرده. این در یه رساله‌ای که درباره اسطرلاب ساخته و اولین بار این رساله روزنتال خاورشناس معروف در یه مقاله‌ای راجع به مفهوم پیشرفت علمی در عالم اسلام معرفی کرده. در اونجا میگه که من در دو نوبت در واقع این در بغداد با خیام دیدار کرده و در هر دو نوبت یه جور میگه که در مجلسی اولا کسانی که در ذکر میکنه که در اون مجلس بودن آدمای باز فلاسفه و پزشکان مهم بغداد بودن، یکیش ابوالبرکات بغدادی است که خودش فیلسوف خیلی معروفی است و یکی دیگه شخصی بوده به اسم ابن تلمیز که حالا معلوم نیست که این ابن تلمیز پدره یا نوست به هر حال و از همین با اختلافی که روی این مسئله هست تاریخ سفر بغداد خیام را هم نمیشه دقیق روشن کرد، ولی به اعتقاد من منظور ابن تلمیز پدره که در 512 هجری مرده و بنابراین این سفر خیام به بغداد قبل از 512 بود. از این سفر هم بگم که تنها جایی که یاد شده باز در کتاب تاریخ حکمای قفتیه که حدود 637-38 اگه اشتباه نکنم نوشته شده، یعنی خیلی بعد از این تاریخ، و در اونجا میگه در واقع این سفر در راه سفر حج بوده، یعنی یا خیام داشته میرفته به حج یا داشته برمیگشته به هر حال. و این چیز بدیع اسطرلابی میگه که در اون مجلسی که خیام رو دیدار میکنه میگه که خیام بعدن در غیبت من پیش کسانی گفته بود که من توی پیرا هم چنین آدمی کمتر سراغ داشتم، حالا اینجا توی جوونا میبینم. منظور اینه که این آقای بدیع اسطرلابی که خودش منجم بوده و اسطرلاب ساز بوده خیلی فخر میکنه به اینکه یه آدمی مثل خیام ازش تعریف کرده و این همین حرف زمخشری میزنه. باز زمخشری هم میگه که خیام تعریف میکرد که بله من این مجلس درس طور در هیچ جا ندیدم و فلان اینا. یعنی در واقع این در زمان خیام یا یک کمی بعد از مرگ او همون حدودا خیام یک چهره‌ای بوده که یه جوری مرجع شمرده می شده، دیگران از این که خیام تأییدشون کرده باشه حتی او رو دیده باشن و چیزها خیلی به خودشون فخر می کردن. یه مقداری در واقع این زندگی نامه ای که بیهقی ترتیب داده اون هم همین لحن رو داره. باز بیهقی هم از این که باز میگه که خیام از من تعریف کرد در سن چیزی کودکی و گفت خیلی مثلا بچه باهوشیه، خلاصه حالا عبارتش اینجا هست میتونیم نگاه کن. و اون چیزایی که باز اوصافی که برای خیام میاره خب همه بر یک مرتبه بالایی دلالت میکنه. البته این اوصاف رو هم باید درش دقت کرد. خب اون لغت دستور یا دستور از همه شاید پیچیده تر باشه که واقعا به چی دلالت میکنه. امام که در مورد خیام گفته شده بر هیچ مرتبه مذهبی دلالت نداره. در زمان خیام لقب امام در مورد همه کس به کار میرفته و انقدر به کار میرفته که سنایی که همون حدود زندگی میکرده در یک شعری میگه که سراسر جمله عالم پر امام است، امامی چون علی موسی رضا کو. یعنی در واقع یه جور تورم امام پیدا شده بوده اون زمانها. حتی خیلی جالبه که این چیزیست که من اواخر بهش برخوردم، گفتم وقتی که بغداد خیام میره بغداد دو نفر از کسانی که میان به دیدنش، یکی پزشکی به اسم ابن تلمیز که بیشتر به عنوان پزشک فقط شناخته میشه، یکی دیگه پزشک و فیلسوف بزرگی است به اسم ابوالبرکات بغدادی. در نامه های رشید وطباد دو تا نامه هست به این دو تا آدم که از اینا میخواد که، یعنی در واقع نامه ایست که
از اینا میخواد که چون در خوارزم پزشکی نمونده بعد از مردن سید اسماعیل جرجانی و یه شخص دیگه ای، یه پزشکی بفرستن به خوارزم از ناقل. جالب این نامه لحاظ تاریخ ارتباطات پزشکی هم، این دوتا نامه خیلی جالبه. و در این دوتا نامه این دوتا آدم رو امام تلقی میکنه. از این دوتا آدم ابن تلمیز مسیحی بوده، ابوالبرکات بغدادی یهودی بوده که اواخر عمرش مسلمون میشه. بنابراین این که یه کسانی مثلا آقای دکتر نصف اینا نوشتن که این امام یعنی این که پیشوای مذهبی بوده، به هیچ چنین دلالتی در زمان خیام در لغت امام نبوده واقعا. خب بنابراین این قضیه رو باید کنار بگذاریم. ولی معنیش این نیست که خیام علوم مدنی رو نمیدونسته، ولی مقام دینی معلوم نیست که بوده. به استناد این لغت امام نمیشه گفت، چون همین تتمه سبحان الحکمه پر از صفت امامه در مورد آدمای مختلفی که خیلی هاشون ما میشناسیم و میدونیم که نه فقیه بودن. حتی داماد خیام رو هم میگه امام. آره امام محمد بغدادی که داماد خیام بود. خب یه نکته دیگه‌ای که حالا میشه از این چیزا استنباط کرد و به خصوص از همین زندگی نامه که بیهقی نوشته میشه استنباط کرد، اینه که خیام خیلی آدم دلچسبی نبوده. آدمی بوده که در آموزش بخل داشته، خیلی اهل یاد دادن نبوده، اگرچه باز این بیهقی از چند نفر به عنوان شاگردان خیام اسم میبره، و اهل چیز نوشتن هم زیاد نبوده. بیهقی میگه که من چند تا رساله بیشتر از این ندیدم. اون چیزایی هم که ما الان از خیام در دست داریم، کل آثار خیام 300-400 صفحه نمیشه، آثار ریاضیش، آثار فلسفیش و اون رباعیاتی که بهش منسوبه. توجه بکنید که در تمام این منابع معاصر خیام یک کلمه راجع به شاعری خیام دیده نمیشه. این چیزیست که به عنوان اولین نکته باید چیز بکنیم. اگرچه مثلا در بعضی از این آثار صحبت سر نکته های ادبی است، مثلا در دیدار با زمخشری یا همینجا که بیهقی چیز میکنه، یه بحث ادبی در واقع، و آدم انتظار داره در چنین چیزی بگه که مثلا این آدم خودش شاعر بود فلان بود، صحبتی از این قضیه نیست. خب حالا اگر من زیاد دارم حرف نه نه ادامه بدم، اصلا شما باید صحبت کنید دیگه. هر شبت که خب حالا ببینیم شاعری خیام از کیه، و حالا برمیگردیم به این زندگی نامه. من به نظرم این زندگی نامه یک زندگی نامه جهت داره، یعنی در واقع میخواد در این حال که یه جوری زندگی خیام رو بگه، به بعضی ایرادها یا بعضی شبهه‌هایی هم که در ذهن اشخاص راجع به خیام بوده میخواد تلویحاً جواب بده. یه طرحی تو ذهنشه. خیلی همینجوری زندگی نامه بی‌طرفانه نیست، همچنان که زندگی نامه دیگه‌ای که راجع به خیام هست و زندگی نامه‌ای است که در تاریخ الحکماء قفتی اومده، این هم زندگی نامه بی‌طرفانه این. حالا من راجع به این زندگی نامه دوم صحبت میکنم، چون اگر ببینید قفتی، خب ما میدونیم چند تا کتاب در دنیای اسلام داریم که اینا زندگی فلاسفه است یا زندگی پزشکانه، و یکی از اینا تاریخ الحکماء قفتیه. قفتی یه آدمی بوده که در اوائل قرن هفتم زندگی میکرده، اهل مصر بوده و زندگیش هم در مصر و سوریه و اون مناطق گذرونده. و این وقتی همین کتاب قفتیره با این کتاب شریف تتمه سبحان الحکمه که در مرکز ایران نوشته شده، مرکز یه ذره رو به شرق، مقایسه بکنیم، این هم اسمش تاریخ الحکما است یا تاریخ حکما الاسلامه، اون هم اسمش تاریخ الحکما است. این دوتا کتاب به فاصل، کتاب قفتی 50-60 سال بعد از این کتاب بیهقی نوشته شده، درسته؟ اما در کتاب بیهقی ذکر بسیاری فلاسفه و دانشمندانی هست که در ایران زندگی میکردن، شاید 30-40 نفر، شدن بیشتر،
حالا یه وقتی من چیز که در آوردم الان حضور ذهن ندارم. و خیلی از اونا در همون روزگار زندگی میکردن، یعنی معاصرین خیام و خود این آقای بیهقی بودن که لااقل در جوانی و نوجوانیش معاصر خیام بوده. بجز دو سه نفر از اینها در کتاب قفتی که 60-70 سال بعد از این تاریخ نوشته شده صحبتی ازشون نیست. خب اون یک دو نفر استثناء، مهمترینش خیامه. و کتاب قفتی در کنار نوشته نجم الدین دایه اولین جاییست که تعریض به خیام درش دیده بشه. خب قفتی کتابش که بنابر اون چیزی که میشه استنباط کرد، چون تاریخ تحریر نداره، ولی بنابر اون چی که در معجم الحکمای یاقوت اومده، اون لیست آثار قفتی رو تا فکر کنم 638 اگه اشتباه نکنم داره. و این کتاب توشون یعنی این کتاب این حدودا نوشته شده، این کتاب جز آثاری که یاقوت میاره نیست، بنابراین بعد از این تاریخ نوشته شده. یعنی بنابه قرائن حدود 100 سال بعد از مرگ خیام. خب در 1920 چند فکر کنم الان یادم نیست، مینورسکی که یک محقق معروفی بود، روس بود اصلا، یه نامه‌ای به قزوینی نوشته و در اونجا، حالا من عبارتش رو اگه پیدا کنم، احتمال داده که این نوشته قفتی از قفتی نباشه، از قفتی نباشه و از یه منبعی دیگه باشه. این منبع دیگه بله به قزوینی نوشته که سرکار، یعنی بنابراین قزوینی بوده که اولین بار این نکته رو متوجه شده، اولین کسی بودید که اسم خریدت القصر رو بردید. خریدت القصر کتابیست که حالا من میخوام بگم که من میخوام تأیید کنم این نظر قزوینیه که قفتی مطلبش رو از یه کتاب قدیمی تری گرفته، چون الان در دست نیست. چرا هست خریدت القصر؟ نه میدونم، ولی میگم اون تیکش نیست. اون تیکش نیست، بله. سرکار اولین کسی بود که اسم خریدت القصر بردید. خریدت القصر یک کتابی جز ذیل‌های به اصطلاح یتیمت الدهر که یه جلدش شعرهای خراسان و ایران و ایناست و اصفهان و خراسان این حرفا، و در یکی از مجلدات مربوط به شعرهای خراسانش، یکی از مجلداتش که مربوط به شعرهای خراسانه، یک به اصطلاح یاد داشته بسیار مختصری راجع به خیام هست. حالا ظاهرن قزوینی اون وقتا خریدت القصر چاپ نشده بوده. سرکار اولین کسی بوده که اسم خریدت القصر را بردید در حاشیه چهار مقاله راجع به عمر خیام. نمیدانم اصل متن را به دست آورده اید یا نه، احتیاطا سواد آن را خدمت عالی میفرستم که معلوم میشود قفتی آن را کم و بیش از عماد اصفهانی یعنی نویسنده خریدت القصر استنساخ کرده. خب این خریدت القصر قفتی گفتم حدود 630 خورده ای بلان چیز نیست، میتونم بلا رقیب ترشو بگم. خریدت القصر در حدود 570 هجری نوشته شده، یعنی حدود 30-40 سال بعد از مرگ خیام، در حالی که این کتاب قفتی تاریخ الحکما قفتی 100 سال بعد از مرگ خیام نوشته شد. منتها مطلبی که در خریدت القصر اومده پیداست که یه جز تیکه ایست از یه مطلب بلندتری که بقیهش، یعنی اولش این عبارت قفتیه، آخرش هم این عبارت قفتیه، وسطش نیست. ببخشید، آره نه، مطلب خریده، مطلب خریدت القصر، مطلبی که عماد اصفهانی آورده، اولش یه جمله است که این عبارت قفتیه، آخرش هم یه عبارتی است که این عبارت قفتیه، بعد آخرش چهار تا شعر عربی و خیام نسبت میده که عیناً همون شعرایی است که قفتی آورده، وسطش نیست. خب
من وارد تفصیلش نمیشم چون ظاهرا قزوینی همین یه احتمالی داده، ولی من فکر میکنم که اگر یه زمانی این نوشته من به طور کامل چاپ بشه و تمومش کنم، من توانستم نشون بدم که واقعا این مطلب از خریدت القصد گرفته شده. و اگر اینجوری باشه، اولین مطلبی که درش تعریض شدید و صریح به خیام هست و اولین جایی است که درش شعری به خیام نسبت داده شده، در واقع 30-40 سال بیشتر بعد از مرگ خیام نیست. خب اینا دلایل زیاده. یکی این که اولا این آقای قفتی شخصا عماد اصفهانی رو میشناخت. ثانیا در کتابش دو سه تا زندگی نامه رو عیناً از کتاب عماد اصفهانی نقل کرده، کاملا چیزه، و حتی یکیش لااقل کمک میکنه که اون زندگی نامه مربوطه رو در کتاب عماد اصفهانی هم درستش کنیم، چون تصحیحش، یعنی یه جمله اونجا بدجوری نوشته شده که از روی این نقل قفتی میشه، ولی عیناً همونه. بنابراین کتاب عماد اصفهانی در دست داشته، خودش رو دیده بوده. و قفتی هم یه آدمی است که گفتم جز در مورد خیام و یک نفر یا دو نفر دیگه، از هیچ کدوم از کسانی که بعد از ابن سینا در ایران فعالیت فلسفی میکردن اسم نبرده. چطور شده که یه دفعه از بین تمام این جماعت بسیار زیاد، حتی یه نفر هم اسم نبرده؟ نه، میگم یکی دو نفر به هر حال. بنابراین بعد نسلش مسجعه، نسل عماد قفتی، در حالی که در بقیه کتاب مسجع نیست، جز باز یه مورد که اونم از جای دیگه ای گرفته، در حالی که کتاب عماد اصفهانی تقریبا همش به نسل مسجعه. و بعدم نقل شعر اصولا شیوه قفتی نیست، در حالی که عماد اصفهانی میخواد زندگی شعرا رو بنویسه، بنابراین از هر کدوم یه شعری نقل میکنه. خب ببینید، تا حالا ما میگم این واقعا اگر چیزی جایزه به کسی بخوام بدن، باید به مرحوم علامه قزوینی بدن که اول بار این حدس زده که این متن قدیمی تره و باید از عماد اصفهانی گرفته شده باشه، در زمانی که کتاب عماد اصفهانی هنوز چاپ نشده بوده. و حالا اون کسانی که مثلا آقای دکتر اون تعریض رو نفرمودین، چی؟ اون تعریض رو حالا الان میرسیم. من اصلا اگه اجازه بدید تا تازه 12 شب وقت. ببینید، این یه زندگی نامه شخصی به اسم الحکیم ابوالقاسم الاهوازی ره قفتی عیناً از چیز نقل میکنه، از عماد اصفهانی نقل میکنه. یکی دیگه زندگی نامه یه شخص دیگه ایست. حالا میرسیم به اون چیزی که قفتی نقل میاره راجع به چیزه. این از اون متنهاییست که همه جا نقل شده بدون اینکه زیاد توجه بشه که این در واقع داره چی میگه، چون به نظر میاد یه متنیست که درش داره هم از خیام تعریف میکنه و هم داره بهش تعریف و حمله میکنه. چطور میشه یه آدمی هم خیلی آدم دانشمند و چی باشه و هم اینکه خیلی آدم بد و گمراهی باشه؟ خب این من این متن از ترجمهش رو براتون میخونم، چون گفتم این متن یه ذره نثر مسجعه. میگه شروعش اینه: عمر خیام، امام خراسان و علامه زمان. ببینید، باز گفتم هیچ مفهوم دینی از امام در نظر نیارید. علم یونانیان را می آموخت، یعنی یاد می داد، و مردم را از راه پاک کردن حرکات تن و تنزیه نفس به جستجوی خدای واحد دیان بر می انگیخت. این که چیز بدی نباید باشه که مردم را بگه که شما در رفتارهای جسمانیتون آدم خوبی باشید، نفستون رو پاک کنید و دنبال خدا بگردید. این که چیز عجیب و غریبی نیست. و به پایبندی به سیاست مدنی بر حسب قواعد یونانیان فرمان میداد. یا
یعنی اینکه در زندگی اجتماعیتون هم قواعد یونانیان رو رعایت کنید. این بعد یه دفعه لحنش آدم به نظرش میاد که تا اینجا تعریفه، ولی در واقع تعریف نیست. این میخواد بگی که این آقای خیام هر کی بوده، که به نظرم میگم این متن احیانا 40 سال بعد از خیام نوشته شده، این یا آدمیست که پیرو به فلسفه یونانی بوده. ببینید این که در گذشتگان ما وقتی که مثلا صحبت از علم یونان میکردن، در واقع تو شعر داریم، تو نثر داریم، این رو تو عنوان کتاب ها داریم، یونانیت در مقابل اسلام میذاشتن. یعنی وقتی میگه که این علم یونانیان را میاموخت، یعنی یه چیزای یاد میداد که اسلامی به نظر این آقای عماد اصفهانی، یا حتی شاید کسی که عماد از روی دست اون کپی کرده، چون باز ما نمیدونیم عماد اصفهانی هم همه چیزاش خود، ولی به هر حال متن قدیمی است. و باز خیام یه آدم خداجویی به نظر این بوده و به جستجوی خدای واحد دیان مردم رو برانگیخته. منتهی جمله بعدیش اینه که میگه که در سیاست مدنی، در قواعد رفتار اجتماعی، بر حسب قواعد یونانیان باز چیز میکرد. این لغت یونان به معنی یونانیان خیلی جاها وقتی اومده، یا یونانیه یا چیز، یه قصد تعریض پشتش هست. همون کتاب معروف چیز کشف و بله مال سهروردی. آره مال چی سهروردی، کشف الفضائح نمیدونم یونانیه. آره سهل ایمانیه، ایمانیه در مقابل یونانیه اومده. در شعر صنایعی هست که در چی از این حکمت خلاصه چیان چیچیان یونانی. یونانی یعنی خلاصه غرب زده، یعنی کسی که داره حرفایی رو میزنه که از یه جای دیگه اومده، از سرچشمه وحی نیومده، به شریعت مربوط نیست. این تهمتی است که به هر حال این آدم داره پشت این تعریف ظاهریش به خیام میزنه. بعد میگه که برخی از صوفیان متأخر بر برخی از ظواهر شعر او آگاه شده اند و بر حسب طریقت خود آن را تعبیر میکنند و در انجمنها و خلوت خود از آن سخن میگویند. باز صوفیان متأخر اگه فکر کنیم که چیزه، یعنی باز یک کمی بعد از مرگ خیام، شعرهایی از خیام توی انجمنهای تو مجالس صوفیه نقل میشده و این صوفیانی که اینا رو نقل میکردن تعبیر صوفیانه ازش میکردن، نه تعبیر فلسفی. بنابراین توجه بکنید، باز الان شما خودتون باید تو فضای قرن پنجم ششم هجری بذارید. در قرن پیش پنجم ششم هجری اینجوری نبوده که صوفیه یه جماعتی باشن متعون و متشرع این چیز بکنن، بگن که اینا آدمای صوفیه، خودشون بزرگترین سنگر دین میدونستن. بنابراین این میخواد بگه که در واقع حرفای این رو صوفیا دارن نقل میکنن و تعبیر صوفیانه میکنن ازش. بعد میگه در حالی که باطن این شعرها مارهای گزنده ایست برای شریعت. خب تعریضش شروع شد. آره بعد میگه چون مردم زمانش طعنه در دین او زدن، یعنی خیام اونجا که زندگی میکرده، اصلا ببینید هیچ عنصر به اصطلاح فکتوال زندگی نامه ای تو این نیست که این آدم کجا بوده، چی میکرده، چی کاره بوده، از کجا میخورده، دستور بوده نبوده، نمیدونم امام بوده، انگار که یه شخص کاملا مجهولیه. چون مردم زمانش آنچرا که در طعنه در دین او زدند و آنچرا در دل پنهان میداشت آشکار کردند، یعنی خیام در واقع نیات واقعیش رو پنهان میکرده، مردم زمانش اومدن گفتن که آقا این کلک میزنه و این داره تظاهر میکنه. بر جان خود بیمناک شد و زمام زبان و قلم در کشید و به حج رفت. یعنی در واقع میخواد بگه حج رفتن خیام هم از روی ترس بوده. خب بعد میگه که حالا بعضی عبارات چون به بغداد رسید، اینجاست که این روایت
قبطی یا اماد اصفهانی در واقع میرسه به اون روایت اون ولی اسطرلابی که خیام رفته به بغداد، میگه وقتی رسید به بغداد کسانی که در علم قدیم بر طریقت او بودن به دیدارش رفتن. باز میخواد بگه آدم حسابی ها متشرعین نمیدونم اینا نرفتن دیدنش، بلکه کسانی بودن که مثل این خودشون طرفدار علم قدیم بودند، علم یونانی. دلیلش هم باز گفتم اون دو نفری که بدیع اسطرلابی اسم میبره، یکیش ابوالبرکاته که فیلسوفه، اون یکی ابن تلمیزه که بیشتر پزشکه ولی به اسم فیلسوف هم لااقل یکی از دوتا علم ابن تلمیز. خب حالا چون از حج به شهر خود بازگشت، شب و روز به پرستشگاه میرفت، یعنی هی دائم میرفت الکی نماز میخوند که مردم فکر کنن، و راز خود را میپوشید، هرچند ناگزیر پرده از روی آن بر میافتاد. تا اینجا ببینید، یکی اولش میگه که امام خراسان بود، نمیدونم فلان بود، بعد علم یونانیان را میاموخت، بعد این آدم یه آدمی است که مردم زمانش بر رازش آشکار کردن، یعنی تظاهر به تدین میکرده این آدم. بنابراین نشون میده که خیام در زمان خودش به این که یه آدمی به صراحت خلاف دین و اینا حرف بزنه شناخته نبوده، بلکه میگه کسانی بر رازش پی بردن، پنهان میکرد، ولی اینا خب معلومه که این از طریق یه جوری تحلیل حرفاش و به قول امروزی‌ها تحلیل گفتمانش چیز شده، نه از طریق این که دقیقا چی میگه. خب وی در نجوم و حکمت میمانند بود. از اینجا دوباره تا اینجا، از اون اولش امام خراسان و علامه زمان، اینا چیزاییست که توی اماد اصفهانی هم هست، بعد از اینجا دوباره توی اماد اصفهانی هست. وی در نجوم حکمت بیمانند بود و در این فنون به اون مثل می زدن. او را شعرهای رایج در میان مردم که از آن جمله است، بعد چهار تا شعر واقعا بی نمکه عربی نقل می کنه. تکبیت های دکتر روبایی، یکیش دوتاش به نظرم دو بیتیه، نه روبایی نیست اصلا، قالب روبایی که نیست. هیچ مضمونی در این شعرها هم که سبب باشه که این بگه که هر کدوم از اینها یک مار زهراگی نیست برای شریعت دیده نمیشه واقعا. یعنی بنابراین اگر منظور اینجا شعرهای خیامه، ببینید اگه فرض رو بر این بذاریم که این آقای قفتی کتاب این نوشته مال قفتیه، خب قفتی تو مناطق عرب نشین زندگی میکرده، ولی اگه بگیم این مال اماد اصفهانیه، اماد اصفهانی در ایران زندگی میکرده، البته سفر هم رفته اونجاها، ولی کاملا اوضاع اینجا رو میشناخت. خب اگر این صحبت باشه، اون وقت باید بگیم که این آقای اماد اصفهانی منظورش اینه که شعرهای خیام در بین صوفیان ایران رایج بوده. خب حالا آقای دکتر وفایی بهتر از من میدن رایج ترین نوع شعر بین صوفیا چی بوده؟ رباعی بوده، رباعی و دو بیتی. یعنی میشه گفت که بنا به این سند، یعنی بنا به این تعبیری که ما از این سند کردیم، در زمان در 30-40 سال بعد از مرگ خیام، رباعی هایی به اسم خیام در بین مردم بوده و این رباعی ها رو صوفیه در مجالسشون میخوندن. خب صوفیه، شما وقتی به متون صوفیه نگاه بکنید میبینید که سرش به خصوص حتی تا زمان بعد از صنایعی، حتی بعد از عطار، با اینکه از این به بعد دیگه تقریبا صوفیه خودشون صاحب شاعر شدن، شعرهای بزرگی پیدا کردن و خیلی وقتا شعرهای اینا رو نقل میکنن، ولی باز تا مدت ها بیشترین رباعی شعرهایی که تو متون صوفیه هست که احیانا بر وجود یک سنتی در مجالس صوفیه هم دلالت میکنه، اون متنی که شما چاپ کردید مجلس دیگه، آره دیگه، اون در واقع آقای دکتر وفایی یه متنی پیدا کردن که نشون میده که باز حدود چه که این میشه تقریبا معلن تاریخ شما آه. اون جلد اون کوچیکه، نه اون یه چیز کوچولویی است که جزوه‌ای است که مجالس یک چیزه. نه نه در رسای مقاصد اینا. پس خب به هر حال این نشون میده که به هر حال در مجالسشون هم نه اون محب نیشابوری رو میفهمه. ببینید
آره اون در واقع مجلس دیگه بله. و در مجالسشون شعر میخوندن، شعری که میخوندن ربایی بوده. حالا اینکه این دلیل ادبیش چیه، دلیل و خیلی وقتا شما میبینید که این ربایی ها هم لایتچسبکه، یعنی خیلی وقتا برای اون مدعایی که اون صوفی نقل میکنه یه اولا به لحاظ ارزش ادبی اگر جسارت نباشه خیلی از این ربایی ها نزدیکتر به شعر عامیانه تا به شعر به اصطلاح جا افتاده. و به لحاظ موضوعی خیلی هاش عاشقانه است، بنابراین وقتی که صوفیه میتونستن ربایی رو که کاملا من صریح در معنی عاشقانه در چیز عاشقانش یه تعبیر عرفانی ازش بکنن، بعید نیست یه نوع ربایی دیگه ای هم که مال خیام بوده یا منصوب به خیام بوده تعبیر عرفانی ازش بکنن. خب اگر این حرفا درست باشه باید گفت که در واقع نسبت دادن شعر به خیام تاریخش خیلی عقب‌تر میره، چون ما تا به حال اینجوری فکر میکنیم که بازم اونم از تحقیقاتیست که در این 20 سال اخیر شده ظاهرن که اولین منبعی که از به خیام شعری نسبت داده امام فخر رازی است. امام فخر رازی در 606 مرده، یعنی باز میشه تقریبا 70 سال تقریبا، حالا چون تاریخ مرگ خیام دقیقا روشن نیست، تاریخ تولدش هم دقیقا روشن نیست، بنابراین روز خیام هم معلوم نیست چه روزیه، ولی خب ما دلمون همینجوری دلمون به رباعیاتش خوشه، دلمون به روزش هم خوش باشه دیگه. حالا این تاریخ فکر میکردیم که مثلا اولین منبع یک رساله ای از امام فخر رازی، در اونجا بدونه که قصد تعریضی چیزی باشه میگه که این مفهوم ره که یعنی حکمت مثلا آفرینش و از بین بردن و اینا چیه، خیام به شعر اینجوری گفته، نمیگه که خوب کاری کرده بد کاری کرده، باطنش خوب بوده ظاهرش بد بوده. بعدن میرسیم به منابع جدیدتر مثل کتاب نجم الدین دایه که اونجا صراحتاً این شعرها به خیام، یعنی اون ربایی و یه ربایی دیگه به خیام نسبت داده میشه و صراحتاً نجم الدین دایه به عنوان صوفی به خیام حمله میکنه. خب من این اگر ببینید ببخشید بله نجم الدین دایه کتابشون در بین 618 تا 620 هجری نوشته شده. اوائل کتابش نجم الدین میخواد بگه کسی که در واقع در راه صراط مستقیم شریعت با اون شریعت عرفانی صوفیانهی که این میگه بره، میدونه که هدف از آفرینشش چیه، میدونه از کجا اومده، میدونه به کجا خواهد رفت، در حالی که کسانی که این راه رو نمیرند دوچار سرگردانی میشن، دوچار سرگردانی میشن و حرفای ناجور میزنن. اون میگه چون مرید صادق و طالب عاشق از سر صدق و تعنی نه از سر هوا و تمنا یا متمنی مطالعه کند و بر اصول این فصول واقف یا اطلاع یابد، واقف گردد که او کیست و از کجا آمده است و چون آمده است و به چه کار آمده است و کجا خواهد رفت و چون خواهد رفت و مقصود او چیست. یعنی کتابی مثل کتاب من که منعکس کننده تعالیم تصوف متشرعان است جواب این سوالات رو میده که تو برای چی اومدی، کجا میخوای بری، چرا اومدی، فلان. خب و جالب این که بعدش به همین سنت صوفیانه بلافاصله این نجم الدین رازی یک رباعی نقل میکنه که میخواد بگی که البته آدمای عاقل سر این مسئله که از کجا اومدن کجا دارن میرن خیلی گیر کردن. و اون شعرش اینه: جان عادل باز یه رباعی نقل میکنه، جان عادل عاقلان عالم ریش است زین یک منزل که جمله را در پیش است، با از تیغ اجل بریده در تشت فنا زین غم سر صد هزار زیرک بیش است.
زیرک هم از اون لغتایی که معمولا صوفیه وقتی به کار میبرن، یعنی کسی که فقط بخواد به عقل بشریش تکیه بکنه، کسی که نخواد به دلایل شرعی متوسل بشه، بلکه فقط بخواد. آدمایی که چیزشونه اینا سرشونو تو این راه دادن، یعنی کسانی کشته شد، نه به معنی لغوی کلمه، یعنی کسانی در واقع به جایی نرسیدن و هلاک شدن به سر این مسئله که کجا این یک منزلی که در پیش داریم چیه، چرا داریم میمیریم. خب باز میگه که ولی اگر شما، بعد سه تا جماعت ذکر میکنه که اونا مظهر این زیرکانن، مثل صوفیا، فیلسوفان و دهریان و تبایعیان، حالا من کار ندارم. باز میگه که کسی که به تعالیم ماها چیز بکنه، معلوم گردد بر او که روح پاک علوی نورانی را در صورت قالب خاکی ظلمانی کشیدن چه حکمت بود؟ چرا اصلا روح را آوردن تو قالب تن؟ و باز مفارقت دادن و قطع تعلق روح از قالب کردن و خرابی صورت چراست؟ چرا دوباره آدم را میکشن؟ و باز در مفارقت داد و باز در حشر قالب را نشت کردن، دوباره روز قیامت زندش کردن و کسوت روح ساختن سبب چیست؟ اینا جواباش میگه پیش ما هست. اما اگر به این صراط مستقیم شما چیز نشهایید، اون وقت میفتید مثل کسانی میشین که این بهشون میگه فلسفی دهری و تبایعی. بیچاره فلسفی و دهری و تبایعی که از این هر دو مقام محرومند و سرگشته و گمگشته تا یکی از اونقدر سرگشتند تا یکی از فضلا که به نزد ایشان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است. باز ببینید این آدم هم با اون عمر خیام است، این آدم هم که 100 سال تقریبا بعد از خیام، 80-90 سال بعد از خیام مینوشته، باز میخواد میگه که خیام آدمی است که بسیار به علم و هوش و خلاصه اینا معروفه. میگه تا یکی از فضلا که به نزد ایشان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است، از غایت حیرت در تیه زلالت او را جنس این بیت ها میباید گفت و اظهار نابینایی کرد. میگه کارش به جایی میرسه که به کوری باطنی خودش اعتراف بکنه و از این جو حرفا بزنه. و این بیتای دو تا بیت ربایی که میگاره، یکیش همون ربایی است که فخر رازی قبلا نقل کرده بود: دارنده چو ترکیب تبای آراست، باز از چه قبل فکندشن در کمت کاست، گرزشت آمد پس این صور عیب کراست، بر خوب آمد خرابی از بحر چراست. خب حالا این توی متون مختلف بود. یکی دیگه هم این ربایی است: در دایره ای کامدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. ببینید توجه بکنید، تحت هر دوی این تو متنی که به خیام می تازن به شخص خیام کار ندارن. این که یه شاعری در نیشابور بوده شب و روز مست می افتاده کنار دیوار و نمی دونم همش، به یه جماعت کار دارن که این آدم رو مظهر اون جماعت میدونن با اون فلاسفه. یعنی در واقع حمله به خیام، چون خیام به خودش به عنوان مظهر فلاسفه شناخته شده بوده. واقعا میشه گفت که بعد از ابن سینا، علارغم این که گفتم آثار خیام بسیار کم آثار فلسفیش، ولی بعد از ابن سینا هیچ فیلسوفی در عالم اسلام در زندگی خودش یا یکی بعد از زندگیش مثل خیام افسانه نشده بوده و یک شخصیت خیلی بزرگی درش. اینا در واقع میخوام بگن آقا شما که فلاسفه، اینا کسانی که گول فلاسفه رو میخورید، کسانی که حرفایی از جنس حرفای فلسفیان رو در مجالس صوفیاتون نقل میکنید، فکر میکنید اینا حرفای صوفی است، گول نخورید، این عاقبتش میشه این دیگه. شما خیلی که جلو برید تو این راه، دیگه از خیام که جلوتر نمیرید، این آخرش به کوردلی و گمراهی و فلان و زلالت و اینا میفته. در واقع میشه گفت این نقدی که در گذشته در خیام شده نسبت در این چیز، یک بازتابیست از یه دعوایی که حالا من نمیخوام وارد چیزش میشم، با اون دعوای بین صوفیه و فلاسفه است که
آثار نظم و نثر ما پر از این قضیه است. ولی حالا چرا ما امروزه به این دعوا خیلی توجه نداریم؟ دلیلش خیلی پیچیده است، ولی میشه گفت دلیلش اینه که ما فکر میکنیم در گذشته هم صوفیا و فلاسفه دو تا جماعت آزاداندیش بودن، اصلا از این خبرها نبوده. اصلا دعوای با خیام دعوای تاریک اندیشی و آزاداندیشی نیست، دعوای دو گروه اجتماعی است. یه عده به خودشون میگفتن فلاسفه، یه عده به خودشون میگفتن صوفیه، و این دعوا در واقع تا مدتها چیز شده. حالا اگر جالب اینه که حالا شما وقتی با آثار بعدی مثلا چیز نگاه میکنید، میبینید که این حرفی که عماد اصفهانی یا قفتی میزنه خیلی بیراه نیست. یعنی در آثار بعدی صوفیه باز میبینید رباعیات که به لحاظ مضمون اگه در یه مجموعه ای به اسم خیام میذاشتن، آدم باورش میشد که این مال خیام، از جنس مثلا، چون رباعیات خیام هم یه جنس خاصی نداره دیگه، هر کس هرچی خوشش میاد میگه مال خیامه. ولی به هر حال از اون رباعیاتی که چیز تو آثار صوفیه نقل شده و باز ما منابع دیگه ای داریم که کسانی در بین صوفیه دنبال یه جور تعبیر عرفانی این بودن. یه داستانی از در مقالات شمس هست که یکی از مریدان شمس یا یکی از معاشران شمس و میگه که چیزه حالا به هر حال میگه که خیام اینجوری میگه، بعد شمس جواب میده که همون جوابی میده که تقریبا نجم الدین رازی میگه. یعنی میگه که این خودش سرگشته است، سرگشتگی رو گاهی به افلاک نسبت میده، گاهی به یعنی باز معلوم میشه که اولا اون صوفی که چیزه میخواسته یه جور تعبیر صوفیانه از یک شعر خیام که نقل نمیشه البته در متن مقالات شمس بکنه، و شمس در واقع میخواد هشدار بده که این حرفا نیست و اشکال در خود خیام بوده، این آدمه که سرگشته است. بعد این خب یکی از چیزهای جالبی که هست، باز اینم تقریبا خیلی ها بهش توجه کردن، یک داستانیست که در الهی نامه عطار اومده راجع به خیام. این داستان خیلی ها بهش توجه کردن، ولی به اصطلاح علما کانتکست این داستان رو خیلی در نظر نگرفتن که اصلا خیام این داستان عطار از کجا میگه. ببینید عطار یه آدمی است که تقریبا باز اونم حدود 80-90 سال این حدودا ببینید اون داستان شمس رو پیدا کردم. یه کسی از شمس میگه که شمس میگه که خیام در شعر گفته است که کسی به سر عشق نرسید و آن کس که رسید سرگردان است. ما نمیدونیم واقعا اشاره به کدوم رباعی چیز خاصی است، ولی به نظر میاد این مضمونی است که از طریق یه شعر کوتاهی باز منتقل شده. بعد میگه که یه کسی به اسم شیخ ابراهیم که تو اون مجلس بوده میگه به این میگه که چون رسید به این سخن خیام اشکال میکنه که چون رسید سرگردان چون باشد، وگرنه نرسید سرگردانی چون باشد. باز میخواد یه جور تعبیر بکنه تو چارچوب چیز که بالاخره اگر این آدم رسیده به اون هدف که مثلا به سال الهیست یا هرچی یا به قرب الهی یا به هرچی، چطور میشه گفت سرگردانه؟ اگه نرسید پس چطور میگه رسیده؟ بعد شمس در جواب میگه گفتم آری صفت حال خود میکند هر گوینده. او سرگردان بود، او یعنی اون گوینده، اون کسی که صحبت ازشه یعنی خیام، باری بر فلک مینهد تهمت را، باری بر روزگار، باری بر بخت، باری به حضرت حق، باری نفی میکند و انکار میکند، باری اثبات می کند، باری اگر می گوید، سخنهایی در هم و بی اندازه تاریک می گوید. مؤمن سرگردان نیست. ببینید
اینا از این حرفایی که اینجا خیام شمس داره به خیام نسبت میده که شمس باید توجه بکنید دیگه، آقای دکتر موحد واقعا این قضیه نشون دادن اصلا آدم بی سواد و بی اطلاعی نبوده، خیلی چیزای زمان خودش رو میشناخته، بنابراین از روی اطلاع داره حرف میزنه. این چیزایی که میگه نه در آثار فلسفی خیام هست، نه در آثار علمی خیام هست، نه در اون شعرهای عربی که به خیام نسبت دادن هست، این جنس حرف ها فقط توی رباعیات منصوب به خیام هست. یعنی به هر حال در زمان شمس هم یه رباعیاتی با این مضمون ها به خیام نسبت داده می شده، در مجالس صوفیه راجع به اینا صحبت می شده، بالاخره مجلس شمس این مجلس صوفیانه بوده دیگه، و این سعی می کنه در واقع از خودش چیز بکنه، یعنی این ترد کنه یه جوری که من از جنس اون نیستم در واقع. آره این از جنس حرفای ما نیست. مؤمن سرگردان نیست، آخر سر میخواد بگه یه اشکالی در چیز. حالا برحال من دیگه از حالا ولی اون داستان الهی نامرم بگم براتون. ببینید داستانی که هست اینه که یه کسی بوده، خب عطار همشهری خیام بوده، هر دوشون نیشابوری بودن. عطار در 617 کشته شد، شهید شده. بعد نه واقعا شهید شد. مغلا کشتنش. مغلا کشتنش. آره مغلا کشتنش. عطار همشهری بوده، تقریباً 80-90 سال بعد از مرگ خیام زندگی میکرده، بنابراین داره احیانا یه داستانی از خودش نساخته، بلکه یه داستانی که تو اون محیط بیان میشه چیز میکنه. ولی قبل از این که این داستان رو بگه یه شعرهایی میگه که اگر بر بیشتر ابیاتش از جنس مطالبی است که تو روایات خیام هست، یعنی یه جوری ایرادی است به کار جهان که آخه این چه جور دنیاییه، جهان را ذره ای در مغز خوش نیست که او جز رستمی سهراب کش نیست. چه میگویم خطا گفتم چو مستان، که او زالیست سر تا پای دستان. ز دیری گه تو را ای چرخ گردان، روان است آسیا بر خون مردان. اینا را یه آدم شکاک که چیز نمیگه، اینا را عطار عارف واصل میگه ها. جهانا حاصل پروردن ما چه خواهد بود جز خون خوردن ما. بعد میگه نمیدانم که تا این بیدر و بام برای چیست گردان صبح تا شام. ببینید این در واقع از همون سوالات حیرت آوری است که توی اصلا برای چی این دنیا داره میچرخه. عجایب نامه این هفت پرگار، مرا در خون بگردانید صد بار. همون چیزی که تو متن نجم الدین دایم بود که زیرکان عالم سرشون باختن تو این چیز. این من کشت این قضیه که چرا دنیا این شکل. ز سر تا پای رفتم هر زمان، من نمیدانم سر و پای جهان من. چه گویی بی سر و بی پای از آنم، که سر از پای و پای از سر ندانم. چو جان اینجا نفس از خود نهان زد، چگونه لاف دانش میتوان زد. میگه در چنین مسئله آدم نمیتونه ادعای معرفت بکنه در این که دنیا چرا ما رو به وجود میاره، چرا میکشه. حالا باز چیز از یه جای دیگه باید اطمینان پیدا جواب این سوال رو بگیره. بعد میگه که حالا میگه اینجا نمیشه. بعد یه داستانی میاره، میگه که یه آقایی بود که این رازبین بود، میتونست از چیزای پنهان خبر بده و به خصوص از اینکه در قبر مردم چی میگذره بعد از مردن، اون تو چه بلایی داره به سرشون میایه. میگه یکی بیننده معروف بودی که ارواحش همه مکشوف بودی، یعنی جوری عالم ارواح جلو چشمش آشکار بود. دمی چون بر سر گوری رسیدی، در آن گور آن چه میرفتی بدیدی. بزرگی امتحانی کرد میفهمید که تو اون گور چه خبره، حالا داره عذاب میکشه یا حالش خوشه. یا بزرگی امتحانی کرد خوردش، یه امتحان کوچیکی کرد ازش، به خاک عمر خیام بردش همین بغل امامزاده محروق در نیشابور. به دو گفتا چه میبینی در این خاک، مرا آگه کنه بیننده پاک.
جوابش داد آن مرد گرامی که این مردی است اندر ناتمامی. یعنی توی آدمایی که یه کاری رو شروع میکنن ولی به پایان نمیتونن برسونن چون راه درست رو نمیرن، که از لحاظ خیام هم مثل اون چیز این راه درست تصوفه، این تو اونا مرده. ببینید، نه اینکه یعنی بزرگ اونا حساب میشه، توی ناتماما بزرگشون حساب میشه. بدان درگاه که روی آورده بوده است مگر دعوی دانش کرده بوده است، سراغ این مسائلی رفته ولی در اون مسائل ادعا کرده که جوابش میدونه. کنون چون جهل گشت جهل خود عیانش، عرق میریزد از تشویر جانش. اون زیر داره عذاب میکشه، میان خجلت و تشویر مانده است و از اون تحصیل در تقصیر. اون دنیا که رفته حقایق براش آشکار شده، میفهمه که اون ادعای دانشش بی خودی بوده. حالا ببینید، مثلا خیام عطار یه پرده در واقع نوانس داره حرفش نسبت به خیام. این نمیگه دیگه سرگشته بوده، نمیگه به کلی بی رفت بوده، میگه خوب را دنبال چیز واقعی میرفته، دنبال ولی اشتباه میکرده که جوابش باید از کجا بگیره، و اشتباهش در این بوده که فکر میکرده به جواب رسیده. در بعد خود خیام بعد از این باز یه داستانه میاره که شبیه چیزه، میگه دنیا مثل نفع شطرنج میمونه، یه صفحه شطرنجی که یه دفعه مهرهاش میچینن بعد به همش میزنن، بازی همون مضمونه میزهازد و باز بر زمین میزندش. یعنی حالا من نمیگم این شعر مال خیامه ها، من هیچ چی نمیدونم راجع به این که کدوم شعر مال خیامه، هیچ فکر میکنم هیچ کس هم نمیتونه جواب بده. ولی میشه گفت که در این دورانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی در قرن هفتم، یک اشعاری با مزامینی شبیه مزامینی که در بعضی از رباعیات منصوب به خیام هست و خیام نسبت داده میشده. خب بعد حتی کار از قول یه آدم مثلا از اغلا المجانین، عطار کار خداره به کار بچه ها تشبیه میکنه. میگه یکی پرسید از آن دیوانه ساری که ای دیوانه حق را چیست کاری؟ چنین گفتو که لوح کودکان را اگر دیدی چنان میدان جهان را. این تخت سیاهی که بچه ها، تخت هایی که بچه ها در مکتب روش میندشتن بعد پاک میکردند، میگه تو کار دنیا هم همینه که گاهان لوح بنگارد ز آغاز، گهی این نقش کلی بسپرد باز. در این نظاره بوده روزگاری، به جز اثبات و محوش نیست کاری. یعنی شما خدا یه موجودیست که مثل بچه ها به وجود میاره، از بین میبره، منظور. ولی این در واقع همون مضمون تیپ چیزایی که تو بعضی رباعیات منصوب به خیام دیده میشه، ولی قرض عطار این نیست که این بگه که واقعا هم اینجوریه، میخواد بگه که ما حکمت این چیز رو درک نمی کنیم. اگر کسی ادعا کنه که مثل فلاسفه که سمبولشون خیامه، اگر ادعا کنه که حکمتشو درک میکنه، اون در واقع داره اشتباه میکنه. خلاصه اگر بخوایم، جالب اینه که وقتی ما به آثار علمی و فلسفی خیام میرسیم، به کلی صحنه دیگه ای میبینیم. اون صحنه اینه که یک فیلسوف الهی در واقع این آثار رو نوشته، و حتی در آثار علمیش هم میگه من اینا رو به این قصد مینویسم که در واقع شما خداشناسی یاد بگیرید. یعنی همون مطلبی که قفتی میگفت که مردم، ولی راهی که پیشنهاد میکنه راه فلسفی است، راه عقلانی است. حالا ببینید، من برای که بگم چقدر این مسئله برای خیام مهم بوده، یه چیزی از آثار علمیش نقل میکنم، نه از چیز. من عکسش گرفتم که از همونایی که بیهقی هم نام میبره یا یه رساله دیگه. نه آثار علمیش رو بیهقی نام نمیبره. ببینید،
خیام از این جنبه ها که بگذاریم یکی از بزرگترین ریاضیدونای تاریخه به بی اقراق، یعنی لااقل در عالم اسلام در بین ریاضیدونایی که در دوران اسلامی کار میکردند یکی از بزرگترین هاست و سهمش در تکمیل علم جبر و تکمیل علم جبر خیلی چیز مهمیه که من نمیخوام حالا وارد این قضیه بشم، اگرچه من تمام این حرفا رو به خاطر این شروع کردم پیش خودم این کارا رو که بیشتر با جنبه علمیش کار داشتم، ولی میخواستم ببینم بالاخره چجوری میشه که آدم هم شاعر باشه هم فیلسوف باشه هم دانشمند باشه هم خلاصه ریاضیدان باشه. آره ببینید من اجازه بده ببینم این چیزی پیدا میکنم، تکنولوژی هم با ما پیداش کنم، نگران نباش. ببینید خیام یه رساله‌ای داره به اسم شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدوس، یعنی شرح مشکلات اصول موضوعه یا مصادرات حالا هرچه کتاب اقلیدوس که دو قسمت، یکیش راجع به مسئله توازیه، یکیش هم راجع به مسئله نسبت و تناسب و فلان که کتاب خیلی مهمیه. در ابتدای این کتاب خیام این چجوریه این میچرخه من سر تا میبینمش خب میگه که تحقیق در علوم و آموختن علوم از راه برهانهای حقیقی واجبه بر کسی که طلب در طلب نجات و سعادت ابدی باشه. این شروع یک کتاب رساله ریاضیه ها، یه فصل این یه رساله ریاضیه در واقع، به خصوص کلیات و قوانینی که از طریق اون کلیات میشه به معاد و اثبات نفس و بقای آن رسید. یعنی میگه که در واقع تحصیل این علوم هم یه وسیله است به این که آدم بتونه وجود معاد رو ثابت بکنه و این که ثابت بکنه که انسان نفس داره و این که این ثابت بکنه که این نفس بعد از مردن انسان باقی میمونه. نمیشه گفت که، البته خیلی راحته که آدم بگه که قدیمی ها همیشه تقیه میکردن و حرف دلشون نمیزدن و فلان و اینا، این جدیدیان که این کارا رو میکنن و قدیمی ها اوضاع به این بدی ها نبوده. به خصوص در یک کتاب ریاضی چه دلیلی داره آدم این حرفا رو بزنه اگه واقعا یه دغدغه‌ای واقعی با این مسائل نداره؟ کتاب ریاضی خودش باز یه جای دیگه هم میگه که حتی پیشبینی میکنه که به دیگران بشه ایراد بگیرن که چرا این حرفا رو تو کتاب ریاضی داری میزنی. حالا الان و باز پی بردن به اوصاف واجب الوجود یعنی خداشناسی، همون چیزی که باز اون آقا میگفت که، ولی توجه بکنید که میگه اینا رو باید از طریق برهان حقیقی پیدا کرد، یعنی از راه فلسفی باید به این قضیه رسید نه از راه های سلوک صوفیانه و متشرعانه و اینا، راهش راه رسیدن به اینا راه در واقع فلسفی است و این چیزی است که در واقع در مرکز حمله صوفیه و خیام بوده. در واقع صوفیه به خیام به این دلیل ایراد نمیگیرن که میگه که فرض کنید که چه میدونم ما نمیدونیم این دنیا چرا ما رو به وجود میاره، به این دلیل ایراد میگیرن که این حرفا رو یه فیلسوف میزنه. ببینید این گمان میکنم تحقیق شده باشه، مضامین خیامی برخلاف این چیزی که ما فکر میکنیم از رودکی ما داریم، در فردوسی هست اگر تند بادی برآید ز کنج بخاکت کند رسیده ترنج ستمکار خانیش یا گردادگرد هوشیوار خانیش یا هنرمند خانیش یا بی هنر، همینه دیگه، یعنی ایرادش به کارگاه آفرینش دیگه. اصلا این چجوریه که یک میوهی که هنوز نرسیده یه دفعه مرگ اینه میبره؟ این چجور چیزیست؟ این چجور اینا چیزای تازه ای نیست. مهم اینه که در این اینا در واقع یک کسی پیدا شده بود که یک حرفایی میزد که از این جنسا بود و این فیلسوف هم بود و برای مخالفین و فلسفه این بهترین چیز بود که بگن آقا آخر و عاقبت فلسفه به اینجاها میکشه ها. نظاهر شما دوروبر خودمون نگاه کنیم میبینیم
ولی آقای دکتر من بین فرمایش شما عرض کنم این تصویری من نجات بدید این تصویری که هم اون در چهار مقاله میده که تقریبا اونم معاصره با عرض کنم که خیام و این علی ابن زید بیهقی میدن در این کتاب، تصویری که از اولیاء الله این گل، یعنی در این که خیام بسیار مرد ملایی، یعنی چیزی که اینجا چیده بیهقی، تو حالا خود بیهقی هم قدری قامز هست وضعیتش از نظر عرض کنم مذهب و اینها، یه خود شرحالش عجیبه، ولی این اینجور که داره میگه عالم به فقه بود، هم حافظه خیلی قوی داشت، در اسمانی کتابی رو 7 بار خوند، بعد اومدن مقابله، بعد املا کرد مقابله کردن، زیاد تفاوتی نداره، بعد در هیئت نجوم میگه مهارتش، حتی با داستانهایی در طب میگه، بعد در ادب عربی میگه، ارکم که حماسه ابو تمام بوده، بعد همه اینا، ولی این چیزی که از محمد بغدادی و نقل میکنه از دامادش که کیفیت مرگ خیام هست که خیلی جالبه، میگه ملاحظه کردید دیگه که من برای دوستان بخونم، که میگه داشت کتاب الهیات اون قسمت واحد و کثیر رو میخوند، خلال طلای دستش بود، گذاشت لای کتاب، معلوم میشه پولدار بوده، بله ازش هم خوب بوده، طلا بوده، بله، برای این بدهی به میخونه و اینا نداشته مطمئن باشید، بعدش خوب بود. میگه که وصیت کرد، یعنی فهمید وقت مرگشه، و نماز عشاء هم خوند، به سجده رفت، در سجده گفت اللهم تعلم انی عرفتو که الا مبلغ امکانی فاغفر لی فان معرفتی ایاک وسیلتی الیک، یعنی و اون چیزی هم که چهار مقاله میگه که میگه قبر من چه وضعیتی خواهد داشت و گل، یعنی کاملا انگار یک عارف واصل. ببینید این داستانی که امام محمد بغدادی غیر از این امام بغدادی داعش بود، یه امام دیگه عرض شود که این هم اسمش محمده؟ این محمد بغدادی؟ نه این نه ابوبکر. ابوبکر خب عرض شود که این امام محمد بغدادی که خب ظاهراً داماد یا شوهر خواهر خیام بوده، هیچ اطلاعی ازش در دست نیست، با جز یک اشاره‌ای در نامه های رشید وقفات، این یه نامه نوشته، خیلی آدم بامزه‌ای بوده، چون یه نامه نوشته به رشید بطبات، یا الان درست یادم نیست، یا رشید بطبات تو نامش داره متذکر، که خلاصه به رشید بطبات نوشته که من از دنیا گوشه گرفتم، همه تعلقات مادی رو اینا رو ول کردم، حالا تو گاهید اسم ما رو تو در مجلس خوارزم شاه بیار. داماده اینا، این همین آقا، همین امام محمد بغدادی، همین یا شوهر خواهر یا دامادش من خیام، یعنی یه آدمی بوده یه ذره بی علاقه به ریا نبوده، یعنی از یه طرف میگفته من دنیا رو ول کردم و دیگه با چی، نه از یه طرف به یارو میگه تو مجلس شاه اسم ما رو بیار که مثلا یه چیزی از اون به ما برسه فلان. این داستان به نظر ببینید اولا در تمام باز این تتمه سفلون حکمه هیچ داستان شبیه این وجود نداره، دارید راجع به یکی از حکما. اگر یه آدمی باشه که در دوران زندگیش یه کسانی دربارش اینجوری فکر کنن که اون قفتی داره نقل میکنه یا بنابه اون حدس بنده یا حدس اماد سننده اماد اسفانی داره نقل میکنه، یه کسانی شک داشته باشن به این که این آدم واقعا متدینه یا نه، بعیده که خانوادش به خصوص یه آدمی مثل این جناب امام محمد بغدادی بعد از مرگش یک داستانی ساخته باشن یا یه داستانی را آب و تاب بیش از اندازه داده باشن برای که بگن این چنین آدمی بوده، همین چیزی زنی که در شما ایجاد میکنه اصلا از نوع قدیسین بوده، چون این داشته ساعت مرگش رو میدونسته، بعدم دم مرگ گفته خدایا من خلاصه اونقدر که چیز کردم، ولی تا آخر قرآن هم نمیخونده، داشته شفا میخونده، شفای بو علی میخونده، و بازم در واقع داره میگه خدای من میخواستم تو رو بشناسم، اگر اشتباه کردم چیزی، یعنی باز ببینید مسئلهش اینه که خداشناسیه باز به طریق خودش. این داستان به نظر من یعنی کل باز چیز داستان خیام توی تتمه سبحان الحکمه یه جور داستان سازیه، یعنی در مورد یا آدمی نوشته شده، چون حالا خود این تتمه کتاب عجیبیه واقعا اون اندازه که باید راجبش کار نشده، ولی خب این در همون جا داستان چیز هست دیگه، غزالی و بله راجبت خود به فلک و نزده، آره
ببینید یه داستانی همین چیز نقل میکنه که غزالی اومد پیش خیام. این ملاقات اصلا استبعادی نداره که واقعا غزالی پیش خیام اومده باشه و یه سوالی از این کرد. اون سوالم این بود که حالا من سوال رو میگم اگرچه یه ذره فنیه ولی میخوام بگم که سوالم میتونه واقعیت داشته باشه. سوال اینه که ببینید قدیما میگفتن که فلک این چیز یک محوری داره به دوره اون محور میچرخ. از طرف دیگه میگفتن این فلک همه جاش مثل همه. خب اگر همه جاش مثل همه یه مثلا متشابهه چرا این محور از دو تا نقطه معین رد شده از دو تا نقطه دیگه رد نشده؟ چه امتیازی اون دو تا نقطه‌ای که مثلا دو سر این محوره به حساب قطباش دارن بر بقیه نقاط؟ این ایرادی بود که متکلمین می‌کردن بر فلاسفه. عین همین ایراد رو معاصر خیام یه ذره شهرستانی تو مصارعت الفلاسفه آورده از جمله ایرادهایی که به فلاسفه میگیره همین داستان که چرا فلک. چون بعد خود متکلمین جوابشون این بود که خدا خواسته، خدا این دو نقطه رو انتخاب کرده، شما جوابی ندارید. بعد این داستان میگه که غزالی اومد پیش خیام و این سوال رو ازش کرد. یعنی سوالی که معمولا متکلمین به عنوان ایراد بر فلاسفه ازشون میکردن، سوالی که فکر میکردن فلاسفه براش جواب ندارن. بعد میگه که خیام خیلی اهل طول دادن مقدمات بود، شروع کرد به مقدمه چینی که حرکت چیه و فلان چیه، انقدر چیه شد تا اذان دادن و غزالی بلند شد گفت جا الحق و زهق الباطل و رفت بیرون. یعنی جواب رو میخواست بده یا زن میگه اونجا میگه زنت باز میخواد بگه که حق اینه یا اون چیزایی که تو میگی باطله. اونی حرفای فلسفی باطله، اون چیزی که از اذان صدایی که از مؤذن میاد اون حقه. یعنی آخر سر باز همینی که حرفای تو به گیجی و گمراهی و سرگشتگی میکشه و اون حقیقت در یه جای دیگه است. این به هر حال هیچ بعید نیست که غزالی واقعا ملاقاتی کرده باشه. به خصوص میگم که چون این سوالی که چیز کرده غزالی از چیز میکنه عیناً در یه متن معاصر این دو نفر هست، متن معاصر خیام هست. و حالا دکتر اگر همچین چیزی هست که میفرمایید، چرا خیام تقریبا میشه گفت ممثله همچین فکریه و نه مثلا ابن سینا؟ ابن سینا هم بوده. ببینید در واقع سه نفر، ببینید اتفاقی که در قرن پنجم میفته بعد از ابن سینا میفته، ببینید قبلا فلسفه در عالم اسلام یک جریانی بود نسبتا محدود، مراکزش عمدتا در بیرون ایران فعلی بودن، بزرگترین مرکزش بغداد بود. فلسفه‌ای که در بغداد وجود داشت یک نوع فلسفه‌ای بود که بسیاری از حاملانش مسیحی‌ها بودن یا یهودی‌ها بودن، نه همشونا، آدم مثل کندی به احتمال خیلی زیاد، حالا بعضی‌ها میگن یهودی زاده بوده ولی مسلمان بوده. بعد از فارابی و به خصوص بعد از ابن سینا فلسفه منتقل میشه به مرد ایران، به مرکز ایران، و در قرن در این دوره که این آقای چیز زندگی میکرده، بیهقی زندگی میکرده، تبدیل به یه چیزی میشه که حاملینش عمدتاً به قول انجمن اسلامی چیا بچه مسلمونان. میدونید یعنی یه چیزی میشه که توی مسلمونها رایج میشه دیگه تمام این، و خیلی دامنه اجتماعی پیدا میکنه. همین بیهقی از یه حاکم کاکویی یزد اسم میبره که در فلسفه مرید ابوالبرکات بغدادی بوده. خیلی جالبه. یعنی یه حاکم یه چیز فیلسوف بوده و عده زیادی میگم کتاب واقعا قابل خیلی کاره. حالا مسئله اینه که یک احساس خطر چیز میکردن این صوفی. کی یعنی؟ صوفیه به خصوص. ولی اهل شریعت نه، صوفیه خودشون اهل شریعت واقعی میدونستن. باز میگم این صوفی که باز الان شیک و پیکو نمیدونم آزاد سلاسل دارن نمازم خوندی نخوندی هم نخوندی فلان، اینا اختراعات جدیده. صوفیه اون وقت
و جالب اینه که یه چهره هایی تو خود، البته جریان غالب صوفی رو میگم ولی یه جریان های باز چیزی هم، یه چهره هایی تو خود صوفیه پیدا میشدن که لااقل وقتی شما حرف های عین القذاتر راجع به چیز ابن سینا میخونید، عین القذات این چیزی که شما فرمودین که خیام و داجد قدیس بوده، عین القذات ابن سینا را از همه عالم بالاتر میدونه. دقیقا هم نمیدونیم واقعا چی میدونسته از ابن سینا یا چیزه، چون یه چیزایی به ابن سینا نسبت میده که هیچ جای ابن سینا پیدا نمیشه. ولی یه آدمی که صوفی بوده مثل عین القذات، در این حال گرایش شدید به فلسفه داشته و به این که به فلاسفه خیلی چیز بشه، خلاصه یه جریان فکری داشته ایجاد می شده. من اصلا قصدم این نیست که بگم این بهتر بوده یا اون بهتر بوده، هر دوشون خیلی مهمن، خیلی هم برای ما اهمیت دارن. اصلا هم داستان این نیست که بگیم یکیشون آزاداندیش بوده اون یکی تیراندیش بوده، اصلا این حرفا نیست. ما ببینیم اون دوره چه میگذشته برای گاو و گوسفند ما، خلاصه این وسط مطرح نیست. این خیام چیز فلسفه داشته به صورت یک جریان اجتماعی در میوده مده و عمدتاً هم به اصطلاح شکارش داشته از بین مسلمان هم. اصلا خود این که این کتاب اسمش تاریخ حکماء اسلامه و اقل یه اسم دیگرش، این خودش نشون میده اینا واقعا حکماء اسلامه، در حالی که کتاب قفتی اینجوری نیست. هم تتمیز سوان الحکمه هم هست، اینه دنبالی حکماء یونان، حکماء یونان هم. وقتی خونه اینو با خود سوان الحکمه مقایسه میکنید میبینید اختلاف چقدره. اونجا تقریبا همه چیز یونانیه، یه دفعه اسلامی میشه، اینجا یه دفعه اسلامی میشه. اینه که وقتی مثلا همین آقای قفتی یا عماد اصفهانی میگه اون علم یونان رو میاموخ، یعنی اسلامی نیست حرفش. خلاصه یه عنصر بیگانه از خارجی است، حالا هرچی. و این ابن سینا هم همین چیز در همین دوره هاست که یه شعر معروفی هست به ابن جبیر معروف دیگه، که دقیقا یه جوری میخواد بگه که اینا دارن یه دین جدید میارن. قد زهرت ابن جبیر اندلسی، آره همون سیاه معروف که بالا همین قرنه در واقع باست، قد زهرت فی عصرنا فرقتون، نمیدونم یه همچی چیزی، ظهورها شومون علال اصفی، لا یؤمنو فی الدین الا بما سن ابن سینا و ابو نصفی. میگه یه فرقه پیدا شده که فقط به حرف اینا ایمان دارن، یعنی دین انگار به نظر اینا یک دین جدید بوده. یک بحثی هست توی تاریخ نویسی فلسفه اروپایی که یه فرانسوی مطرح کرده که فلسفه در قدیم فقط مجموعه ای از افکار نبوده، یه روش زندگی هم بوده. فیلوزوفی از وی آف لایف اسم کتاب اون آقا به این اسم انگلیسی ترجمه شده، و به خصوص تو مکاتب نو افلاطونی و رواقی و اینا، در واقع اینا فقط این نبوده که پیش هم درس میخوندن، با هم شام میخوردن، آداب اجتماعی معینی داشتن. این که این آقای چیز قفتی یا اون منبعش میگه که این مردم رو به تطهیر حرکات، به تزکیه حرکات بدنی و فلان، یعنی یه شیوه زندگی رو شاید تبلیغ میکرده، این کارا رو بکنید این کارا رو نکنید. حالا لزوما معلوم نیست که این شیوه زندگی که تبلیغ میکرده خلاف شرع بوده ها، ولی راهش متفاوت بوده و این راه متفاوت یه داره چیز میکرده، یعنی به هر حال یه مسئله اینجوری بوده. پس این داستانی که اینا درست کردن برای مثل آدمی مثل خیام در واقع جواب به اینا نبوده، تأثیری هم نداشته. چی؟ یعنی همین که درست کردن که آقای از اولیاء الله بود فلان بود، کسی باور نمی‌کرد. نه اصلا برای چی دو چنین داستانی میگم؟ چرا بین این همه آدم چرا این داستان فقط برای خیام درست کنن؟ چرا خیام یه جوری سمبل فلسفه شده بوده و این از عجایب واقعا یاد. ولی اگر فکر کنیم، چون آثار فلسفی که از خیام باقی مونده مهم هست، ولی نه به اون درجه ای که چنین ستایشی رو واقعا به وجود بیاره. یا باید فکر بکنیم که خیام واقعا خیلی بیشتر از اونی که نوشته میدونسته و فکر میکرده، که خب این چیزایی که میگن در بخلش در نوشتن و تعلیم و اینا شاید به این درست باشه. آثار علمیش گفتم بسیار برجسته است،
اونا به خصوص اون دوتا رساله جبرش اینا نشون میده که به هر حال در علم آن. و جالب اینه که راجع به علمش هم به طور خاص میگن همه علوم، ولی راجع به این که مثلا ریاضیاتش فلان بود اینا خیلی اجاره نمی کنن. بیشتر چون اینا رو به هر حال جزء فلسفه میدونستن دیگه اون زمان. من اگه خیلی خیلی حرف زدم واسه شما، خیلی عالی بود. من فقط منظورم این بود که اگر در این مجلس حتما همه شما بالاخره علاقمندید به این قضايا، ولی واقعا بیشتر از این که من قصدم صحبت راجع به خیام این باشه، این بود که واقعا با متون قدیم چجوری باید برخورد کرد. وقتی ما یه زندگی نامه رو میخونیم، اول باید بدونیم اینه کی نوشته، خود اون آدم جز چه تایفه ای بوده. اینجوری نیست که همینجوری اگر یه روایتی از خیام راجع داستانی راجع به مرگ خیام رو شوهر خواهر خیام نقل میکنه، این روایت متفاوت با وقتیست که یه کسی از بیرون خانواده خیام نقل کرده باشه. اینه اگر یه کسی در دعوای صوفیه و فلاسفه خودش یه طرف قضیه است، این حرفش رو باید جور دیگه ای چیز کرد. و بالاخره ببینید داستان بیش از این که یک فضای، ببینید چیزی که ما الان در دوره معاصر بهمون گفتن و اینه که قدیما اینجا یک ظلماتی بوده، هر کس که یک حرف حسابی میزد به تهمت بیدینی چیز میکردن، نمونش هم خیام. زندگی خیام نشون میده که در زندگیش هیچ گرفتاری یا آدم محترم و معززی بوده، با یه جایگاه اجتماعی خیلی چیز، حالا دستور یا دستور بوده به چه معنی نمیدونیم، ولی همش با بزرگان رفت آمد میکرده، نمیدونم ملک شاه سلجوقی چیزش میکرده، حتی به طب هم شناخته شده. آره، سر بلسر بیمار هم بردنش. آره، اینا یعنی آدم محترمی بوده. ثانیاً مسئله اینه که این آدم هم یه آدم تنها نبوده، این در واقع یکی از فلاسفه اون زمان بوده و اینا یه محیط فضای پر جنب و جوش فکری واقعا بوده و این که اشخاص راه‌های مختلفی واقعا پیشنهاد میکردن برای جستجوی حقیقت، صوفیه یه راهی رو پیشنهاد میکردن، متشرعین یه راهی پیشنهاد میکردن، فلاسفه یه راهی رو پیشنهاد میکردن و اینا با هم راهاشون نمیخونده به هر حال، یعنی احساس میکردن که این راه‌ها با هم استکاک داره. و ببینید هر زمانی در تاریخ ما بیشتر اشخاص نالیده باشن به این که آزادی نیست و حرف نمیشه زد و فلان و اینا، اون وقتا بیشتر آزادی بوده. قاعده کلیه است. این قاعده کلیه. یعنی وقتی که اشخاص میگفتن که حرف نمیشه زد و فلان و اینا، یعنی میشه زد دیگه، همین خودش داره این حرف رو میزنه. و بعد فقط به این دلیل نه، به این دلیل که میشناسیم اون دوره هاره، دوره هایی هستن که ما از این شکایت ها اصلا نمیبینیم، هیچ چیزی هم نمیبینیم. یعنی حالا این تصویری که خیام در دوران جدید پیدا کرده برای ما، این نقشی که چیز کرده، به هر حال ببینید من آخر سر اعتقادم اینه که یه مجموعه رباعیات وجود داره، اینو کسی هم نمیتونه منکر بشه، که روز به روز همینجوری بهمنوار بهش اضافه شده تا رسیده به بیش از 1000 رباعی. خب اینا دو سه تا رباعی تو اینا، همین دوتایی که نجم الدین نقل میکنه یا که یکیش مشترک با فخر رازی، دیگه موثق‌ترین رباعیاته. این رباعیات مضمونشون میخارگی و نمیدونم خوشباش و اینا بودن نیست، مضمون کاملا فلسفی دارن. اینکه خیام اینها رو به چه قصد گفته، اینم یه مسئله ایست. یعنی ممکنه که این رباعیات رو گفته باشه برای اینکه فقط طرح مسئله کنه و بعد بگه جوابش پیش ما فلاسفه است، بیاید از ما دریافت کنید، از راه های دیگه اگه برید نمیتونن به شما جواب بدن. شاید هم نه، اینا ما نمیدونیم واقعا که به چه قصدی این رباعیات رو گفته. بعدن رباعیات دیگه‌ای باز تو منابع قدیمی هست که اینا رو دیگه کسانی که کارهای خیام پژوهش کردن خیلی روشن کردن، که میشه گفت که باز نزدیکتر به خیام. ولی اون چهره‌ای که ما الان به عنوان خیام شاعر میشناسیم، اون ما به ازای تاریخی نداره. یعنی اون یک محصول ملت شریف ایرانه که
خیلی هم برای ما عزیزه، ولی اون خیام نه مثل فردوسیه، نه مثل حافظه، نه مثل سعدیست که ما بتونیم بگیم آقا این کتاب با احتمال 90% کار این آدمه. ما دیگه میتونیم بگیم مولوی، قسم حضرت عباس بخوریم که مولوی این مثنوی رو گفته و مثنوی همینه. حالا ممکنه تصحیح بعدی 5-40 فرق بکنه، ولی در مورد خیام به هیچ وجه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. چیزی که من بالاخره به نظرم میاد و شایدم خیلی، ولی جالب اینه که ببینید همه این حرف رو میزنن که آقا این رباعیات ممکنه سروده آدمای خیلی زیادی باشه. نه، خیلی هاش این بر اون بر پیدا شده، تو دیوان این شاعر، تو دیوان اون شاعر، تو دیوان اون شاعر. ولی باز وقتی میان راجع به چیز، بله این رباعیات سروده یک ریاضیدان بزرگ از سروده یک فیلسوف، نه بابا معلوم نیست همه اینا رو اون ریاضیدان و فیلسوف بزرگ گفته باشه. این یه مسئله چیزیست، یکی دو تاش مسلمه، 10-12 تاش قدیمی تر هاست، 13-14 تا بقیهش دیگه در طول زمان هی منصوب شده به خیام. راهی هم برای علک کردن این نداریم، ولی نسخه هم خیلی قدیمی نیست. نسخه هم قدیمی نیست، نسخه هایی که به صورت رباعیاته که یعنی به اسم رباعیات خیامه که اصلا قدیمی نیست. مجموعه هایی که توی جونگا و اینا هست، خب اینا رو دیگه امثال آقای میرفسلی و اینا خیلی خوب کار کردن دیگه، خیلی هم قبل از اون و بعد از اون هم شده. منظور من اینه که هر جا که، یعنی بنده شخصا هر جا که کسی در تحلیل یک رباعی خیام بگه بله چون این ریاضیدون بوده اینجوری باید میگفت، نه معلوم نیست، برای که معلوم نیست واقعا این رباعی رو اون ریاضیدون گفته باشه. این نتیجه، ولی اینکه این رباعیات مجموعه لااقل به صورتی که الان 60-70 تایی که تو من یکی از زیباترین مجموعه های شعر فارسی است، هیچ کس نمیتونه شک بکنه. و اینکه بعضی چیزای خیلی ریشه دار ما ایرانی ها رو منعکس میکنه و شاید راز محبوبیتش هم اینه، باز کسی نمیتونه درش شک بکنه. اینا چیزیست که به هر حال، یعنی این معنیش این نیست که چون روایات خیام معلوم نیست که همش مال خیام باشه دور بندازیمش، ولی باید بینش خیام تاریخی و اون موجودی که این روایات بهش نسبت داده شده و حول این موجود یه مقدار زیادی نظریه ارائه شده که این افکارش چی بوده، اندیشه‌هاش چی بوده، اون افکار و اندیشه ها بیش از هر چیز به ملت ایران متعلقه تا به یه شخص خیام تاریخی. و البته بهترین شعرهای خیام هم واقعا مال لحظات صمیمیت بعضی از افراد این ملت بوده، لحظاتی که اینا به خودشون اجازه میدادن یه سوالهایی خیلی بنیادی از خودشون بکنن و این سوالات تو این شعرها منعکسه. حالا ممکنه بعضیاش اون خیام ریاضیدونش فیلسوف کرده باشه، بعضیاش دیگران کرده باشن، این هیچی از ارزشش کم نمیکنه. خیلی ممنونم از این که خیلی ممنون از استاد ما. ما اگه سوال دوم بکنیم من دیگه جواب نه من خواستم از من خواستم بگم حضور محترم جناب دکتر سجادی تو فرمول تایید فرمایشم که در تایید فرمایش شما بنده یه مطلب دیگه ای میخواستم بگم اونا خب عجب نهر و بله خراسان در کتاب مناظرات هم صریحا گفته است که از ری راه افتاده رفتی به ماوراء النهر و بعد رفتی به قنده ها و هندوستان و همه جا با علما مباحثه کرده. ببینید یه فضای اشعری‌گرایی در قرن پنجم وجود داشت که این فضا
از یه جهت حالا لاغل از اون لاغل از اون جهت که خود قرشبی هم بعد اون جمهوری سویدی شد با فلسفه دشمنی تام و تمام میشه. بحثایی که در همین کتاب مناظرات امام فخر رازی هست بیشترش در واقع نقل قول از فیلسوفان در رد بر اونهاست، مثل مواردی که فیلسوفان معتقد به بدن بودن و متکلمین فرق بین بدن ذاتی و زمانی رو نمیدونستن و اشکال میگرفتن، یا همین موضوع بقاء نفس که بلایه میشه به بدن زمانی نفس و متکلمین نفسی و به خصوص کرامیه باش دشمن کنیدن. این فضا آیا مؤثر بوده در مبارزه با خلیان بر اساس تحلیل و تحلیلی که در این موضوع هست داری؟ ببینید آخه خود لغت اشعریگری هم یه لغت خیلی گلوگشادیه، به این معنی که شما همین غزالی همین امام فخر رازی رو که اسپردید این لااقل من فکر کنم اگر وقتش رو تقسیم بکنیم چیز 70% عمرش به خوندن آثار فلسفی و خلاصه کردن اینا و شرح کردن اینا میدید. 100 سال قبل از اون چنین چیزی ممکن نبود، یعنی 100 سال قبل از اون اصلا احتمال داشت اشعری ها اصلا از آراء فلاسفه خبر نداشته باشن. و در واقع یه دوره بود در این دوره که این مکاتب مختلف داشتن تو هم میرفتن، یعنی متکلمین داشتن فلسفه زده میشدن و همین دلیل کلام جدید در واقع نتیجه کار همین متکلمین فلسفی مشربی مثل چیزه مثل خود غزالی مثل خود فخر رازی است، یا آدمایی مثل عین الغزات پیدا می شدن، یا آدمایی مثل خود غزالی پیدا می شدن. من اخیرا حیرت می کنم وقتی که کتاب چیز ابن رشد که در رد غزالی نوشته شده، کتاب فصل المقال نصف این کتاب از غزالیه، یعنی نصف حرفایی که ابن رشد به عنوان حرف خودش میزنه مال غزالیه. یعنی انقدر اینا نزدیک شده بودن به هم، یعنی چیز بودن، به همین میگم این احساس خطر به وجود میآورده. حالا از طرف مثلا مذهب رسمی بوده، از طرف صوفیه بوده، از طرف هر کی بوده، فلاسفه به عنوان یک گروه نیرومند به لحاظ فکری و پردامنه به لحاظ اجتماعی داشتن مطرح می شدن. و ببینید مثلا خود ابن رشد هم که حالا توی فضای دیگه ای داشته کار می کرده، در اون ور عالم اسلام در اندلس داشته کار می کرده، در واقع حرف اصلیش اینه که فلاسفه یه گروهی از مسلمانان هم ببینید، این داشته جواب همون کسانی رو میده که اینا رو میخواستن از دایره اسلام بیرون بگذارن. حرف اصلیش در واقع اینه، خود اونم میگن اشعریگری میکرده، در خود ابن رشد هم در واقع یه جور تفکر اشعری داشته، یعنی به منظورم از اشعری در واقع یعنی تعصب نسبت به بله فیلسوفا و آراء ارسطو. خب بله، یعنی چیز داشته، التزامی که او داشته، بله، و مثلا ارسطو رو حرف آخر میدونسته، مثل ابن سینا اینا نیست، نوآوری نه نه اونجوری نبوده، البته نوآوری هم داره، برای که اون ارسطویی که اون میشناخته خب خیلی با ارسطوی واقعی فرق داره، بنابراین طبعا یه حرفایی به ارسطو نسبت داده که وجود نداره، توی ارسطو پیدا نمیشه، یا از یه چیزایی دفاع کرده به اسم دفاع از ارسطو که مال ارسطو نیست. حالا بعد این به هر حال یک اینجور فضایی بوده. حالا میگم اشعریگری این دوره هم خلاصه غیر از اشعریگری یه قرن قبلش بوده، یک اشعریگری بوده که لازم میدیده با مسائل فلسفی روبرو بشه. آره که خود فخر رازی بالاخره مطلقا فلسفی است، مبانیش گاهی یه نظر تفسیرش تفسیرش همه چیزش اینجوریه. آره و این کارو کرده، یعنی با حتی با کرامی که مناظره میکنه مبانی استدلالش همه فلسفی. آخه ببینید این یه کسی راجبه یه نفر میگفت که مثلا این آدم آیا مثلا اینقدر خره که میگه، گفتم خب آدم که 30 سال حرف خرانه بزنه خر میشه، آدمی که
40 سال آثار فلسفی بخونه و شرح کنه و رد کنه فیلسوف میشه خودش. یعنی من واقعا معتقدم که آدم های مثل فخر رازی فیلسوف هن آخر سر، اگرچه با یه مبانی دیگه ای، چون این که یه جور فلاسفه رو کافر بدونن یه جورش تأیید کنن یه بله. خب اگه دوستان سوالی دارن از استاد بفرمایید. بفرمایید. نه نه خیام یک اونقدر که در آثار چیزیش پیدا میشه، باز میگم مثلا خیلی ها تو چیزایی که راجع به خیام شاعر می نویسن ولی این اندیشه ها ارسطویی نیست فلان، در آثار فلسفی خیام و آثار علمی خیام که آثار علمیش هم پر از مطالب فلسفیه، کاملا یک عرب فیلسوف ارسطویی و پیرو ابن سیناست. و اگه در نظر بگیریم که یکی از چیزهای تزهای بنیادی هم فلسفه ارسطو هم ابن سینا هم فارابی اینه که این جهان ما بهترین جهان ممکنه، یعنی مثلا نظریه تئودیسه، اون وقت چنین آدمی نمیتونه خیلی به کار آفرینش ایراد بگیره، چون به نظر اینا این دنیا حکمت هست درش، این دنیا روی حساب و کتاب ساخته شده. خلاصه این حالا هرچی بگذاریم، ولی ابن خیام اولا یک کتاب از ابن سینا رو ترجمه کرده به فارسی، توی آثارش از ابن سینا به با تکریم اسم میبره، حرفایی که میزنه از مقوله فیزیست از ارسطو به عنوان فیلسوف مطلق یاد میکنه، پاسخهایی که بعضی به بعضی مسائل میده کاملا ارسطویی و ابن سیناییه، یعنی هیچ عنصر دیگه ای تقریبا تو فکرش دیده نمیشه. خب دوستان دیگه کسی سوالی هست؟ حالا شاگردیه ایشون پیش امام الحرمین یا بهمنیار توی فلسفه، میخواستم نظر شما رو بدم، یا شاگردی عین‌القضات پیش خیام، اینا غالبش از همین کتاب چیز میاد، اینجا همین بیهقیست که میگه عین‌القضات پیش خیام و غزالی درس خون. نمیدونیم عرض شود که در بعضی آدم ها رو باز این چیز به عنوان اساتید یا شاگردان خیام اسم میبره، تو تفسیرش باز از یک کسی به عنوان استاد خیام اسم میبره. اینا چیزاییست که ما اجمالا میدونیم. این که در بعضی لااقل در یک اگه اشتباه نکنم در دو تا از سندهای قرائت کتاب اشارات ابن سینا سندش میرسه به همینجوری بالا میره، میرسه به خیام، از طریق خیام به لوکری، از طریق لوکری به بهمنیار و از طریق اون به ابن سینا. یعنی اگر اینجوری باشه خیام در واقع شاگرد ببخشید نه شاگرد لوکری یا حالا شاگرد بهمنیار بوده، این در واقع با دو واسطه به ابن سینا میرسه، به ابن سینا میرسه. اینم میگم در سند روایت کتاب اشارات ابن سینا اومده. این چیزیست که ما میدونیم عین القضات، ولی نه عین القضات بهش نمیخوره که حالا عین القضات آدم عجیب غریبیست، چون میگم عین القضات مثلا یه ستایش عجیب و غریبی به ابن سینا از ابن سینا میکنه. حالا شاید تعصب به همدانی بود آقای دکتر. آخه به همدانی فقط ابن سینا رو کشتن اونجا خاک کردن، هیچ همشهریگری نکردن باش. ببخشید اجازه من، ولی چیزایی به ابن سینا نسبت میده که هیچ جای ابن سینا پیدا نمیشه، یعنی معلوم نیست اینا رو با اون حدت ذهن و ذوق چیزش خودش ساخته، فکر کرده باید ابن سینا گفته باشه چنین چیزایی، نمیدونم. از همه دانیه هرچی بگید دور ببرم. اون مسئله است که من هیچ اطلاعی در موردش ندارم،
عموما معتقدن که لااقل همش مال خیام نیست. ممکنه یه قسمتاش باشه، ممکنه یه قسمتاش باشه. بهش هم نسبت داده نشده. آره. دارید اثری. نه هیچ جایی نیست. والا بهمنیار به اون فلسفه درس میداده، اینکه حالا تبلیغات زردشتی هم براش میکرده یا نه من نمیدونم اگه درس داده باشه. بله؟ و بله، ولی بهمنیار آثار فلسفیش هیچ فرقی با آثار فلسفی، یعنی از تحصیل بهمنیار یک کتابیست سرهمبندی از روز آثار ابن سینا، هیچ اثری خاص تلخیص آثار ایرانی یا غیر ایرانی در اون نیست، فلسفه است. بفهم اول سوال جواب بنده معتقدم نه فقط خیام رو میشه جزء جریان عقلگرا دانست، بلکه غیر عقلگراها را میشه جزء جریان عقلگرا دانست. تا به عقل چی بگیم؟ اما در مورد ترانه های خیام هدایت، ببینید اصولا نویسندگان، شعرا، آدمایی که کار ذوقی ادبی میکنن محققان خوبی نیستن. شما کتاب ترانه های خیام رو که بخونید یا کتاب پیام کافکا رو که بخونید بیشتر با صادق هدایت آشنا میشید تا با خیام یا با کافکا. چیز کمی هم نیست، صادق هدایت آدم بزرگیه، همچنان که خیلی از این بزرگانی که راجع به مسائلی که تحقیق بیشتر اون در واقع یه خیامی که دلش میخواسته اونجا چیز کرده نشون داده. بنابراین رباعیاتی به خیام نسبت داده که اگر ما خیام رو نه شاعر بزرگ حتی شاعر خوبی بدونیم، اون خیامی که این شعرها رو گفته واقعا نمیباید چنین رباعیات سخیفی گفته باشه. واسه بعضی رباعیات خوب رو کنار گذاشته برای که با اون فکر میکرده که خیام نمیباید چنین حرفی زده باشه. میگم برای شناسایی صادق هدایت بیشتر به درد میخوره، کسانی بخوان راجع به افکار صادق هدایت تحقیق بکنن حتما باید ترانه های خیام رو بخونن، ولی راجب خیام بله میگم مثل پیام کافکا، پیام کافکا هم همینه، یعنی اون دریافت هدایت هست که راجب هدایت گفته، بعد میگه پیامی دل پوش جاوید قرون و حیرت عصیانی اعصار ابررند همه آفاق مست راستین خیام. این خیام هدایته که خیام اخوان هم هست، ولی اینکه حالا خیام تاریخی چه موجودی بوده نه فکر نمی کنم. ببینید اصولا مشکل اینه که ببینید ما یه وقت این مجموعه شعر در نظر میگیریم، حالا با یه قواعدی هم علکش میکنیم، بعد میگیم این شعرها چی میگن، که خیلی هم چیز مهم نیست. اگر ما این حرف رو در مورد مولوی بزنیم، یعنی بگیم این مثنوی چی میگه، این دیوان شمس چی میگه، چون مولوی رو هم میشناسیم و یقین داریم که سراینده ایناست، میتونیم بگیم مولوی چی میگه و از بعضی مسائل زندگی نامه ای مولوی هم استفاده کنیم برای توضیح مثلا بعضی از این شعراش. ولی در مورد خیام نمیدونیم. ببینید یعنی این که هم دشتی همه تقریبا همه کسانی که راجع به خیام حرف زدن نتونستن این تفکیک رو به عمل بیارن که آقا سراینده این ترانه ها هر کی بوده چی میگفته و اون آدمی که ریاضی دون و نمیدونم فیلسوف و فلان اینا بوده اون کی بوده. این تفکیک باید انجام بشه بالاخره. ببخشید والا ببینید خب خیام
جالبه ببینید ما این بزرگان ادبیاتی که داریم، یعنی اون چند تن برجستشون فردوسیه، حافظ، سعدیه، نظامیه، بعد به طور سنتی خیام جز اینا نبوده. یعنی خیام به عنوان یکی از بزرگترین شعرهای ایران مطرح نبوده و بعد از در واقع ترجمه شدن رباعیات خیام به انگلیسی به دست فیتزجرالد که این تصویر چیده میشه. یعنی حتی خیام شاعر را ما تا اندازه زیادی از طریق بازتاب شهرتش در خارج از ایران میشناسیم. خب از لحاظ ادبی خیام عمده شهرتش به مرهون ترجمه فیتزجرالد، که اون ترجمه هم باز خیلی انتخابی است و خیلی آزاد. یه زمانی بوده در واقع در جامعه انگلیس قرن 19 هم در دوران ویکتوریایی که اشخاص فکر میکردن که باید سر دلبران رو در حدیث دیگران بگن، اگه از زبان یه آدم دیگه یه حرفایی رو بزنیم راحت تر تا از زبان خودمون. و این به هر حال خیام یه همچی چیز شده و میدونید بسیاری از زبانهای دیگه لااقل تا مدتها خیام رو از روی متن فارسیش نمیشناختن، ترجمه نمی کردن، از روی ترجمه فیتزجرالد ترجمه می کردن. روسیش این اتفاق افتاده؟ آره دیگه، چندین نه. زبان این اتفاق افتاده دارش، یعنی از طریق ترجمه. و خب این به عنوان یه شهرت جهانی برای خیام آورده، به عنوان سراینده این نوع شعرها و اون نوع فلسفه‌ای که در این شعرها دیده میشه، اون نوع جهانبینی که در این شعرها دیده میشه، که اونم میگم یه تعبیر واحد ازش وجود نداره. ولی در مورد خیام ریاضیدون هم همین جوریست. یعنی ما خیام ریاضیدون هم از غربی‌ها شناختیم، یعنی وقتی که از در اواسط قرن 19 هم یه آدمی به اسم فرانس ووبکه بود که رساله جبر خیام رو تصحیح کرد و منتشر کرد و ترجمه به فرانسه کرد، و از اون به بعد بود که در جهان خود ما در ایران یا در سایر کشورهای اسلامی اطلاع زیادی از خیام ریاضیدون هم نداشتن. بیشتر خیام فیلسوف رو میشناختن، اونم باز نه خیلی، از تو میگم آثارش خیلی کمه. خب اگه دیگه سوالی نیست، خیلی ممنونم از توجهتون. آقای رمضانی بفهم شو. اونم من نمیدونم والا، اون باید از خودشون پرسن. متاسفانه هیچ کدومشون زنده نیستن، ازشون بپرس. نه دیگه افسانه است دیگه، خودتون گفتید. خب استاد خیلی ممنونم، من که خیلی لذت بردم، لطف کردید.